خب دوستان، اگر اجازه بده بعد از دوباره یه هفته باد خوردن که به دلیل لانگ ویکند بود برگشتیم سر داستان. هفته آینده هم تعطیل خواهیم بود به خاطر اینکه همین برنامه تار و پود که به هر حال معطوف به نظامی هم هست، خودمون بلیت خریدیم که بریم این کنسرت تار و پود رو و برنامهش معروف به اصطلاح مربوط به خود همون به اصطلاح خسرو شیرین هست و یه خورده‌ای به نظر من بدقلقیه که یک کنسرت موسیقی اصیل ایرانی تو حوزه همین نظامی پژوهی و نظامی خانی برگزار بشه، بعد ما اینجا جلسه نظامی داشته باشیم دقیقا تو همون موضوع. یه خورده‌ای به نظرم بدقلقیست. بنابراین تعطیل میکنیم، دوستانی که علاقمند بودن میتونن کنسرت رو برن و خود من هم اونجا هستم اگر دوستان تشریف دارن ببینیم. اما رسیدیم به یه بیتی که اینجا داریم که اگرچه در این دهلیزه تنگ آفریده وجودی دارم از سنگ آفریده و اینها رو داره در واقع فرهاد میگه، یعنی فرهاد داره با زمزمه از با درون خودش، با گفتگو با درون خودش از شیرین گلایه میکنه و با شیرین سخن میگه، عشق اون رو داره در واقع تکرار میکنه و گلایه به اصطلاح عاشق و معشوق هست. میگه در این دهلیزه تنگ آفریده، در این دنیای تنگ، وجودی دارم از سنگ آفریده، مرا هم بخت بد دامن گرفته است که این بدبختی اندر من گرفته. میگه که این بدبختی که نصیب من شده که باید وایسم و این کوه رو بکنم تا به تو برسم و عشقم رو به تو ثابت بکنم و تازه تو به من بی‌توجهی، این از بخت بد من است. یک فرقی هست بین بخت بد و بدبختی. بخت بد معطوف به اصطلاح به نظر میرسه وقتی ما میگیم بخت بد، در واقع بخت رو یه چیزی بیرون از خودمون تصور میکنیم، ولی وقتی میگیم بدبختی در واقع اون حالت به اصطلاح تیر روزی رو در واقع در درون خودمون داریم احساس میکنیم، فرقشون نمیشه. بخت بد انگار یک موجودیست بیرون. این اتفاقا دغدغه همیشه یه بشر هم بوده، همیشه همه ما پرسیدیم از خودمون که این بلاهایی که سر ما میاد آیا نتیجه خطاهای خود ماست؟ آیا نتیجه بی‌لیاقتی‌های خود ماست؟ آیا نتیجه تنبلی خود ماست؟ یا آیا نتیجه محیط ماست؟ اونچه که بر ما تحمیل شده دائم داریم ما کار میکنیم، خودمون با دیگران مقایسه میکنیم و نسبت به بعضی‌ها احساس میکنیم که ما توانایی ما از اونا کمتر نیست، ما همکلاسی بودیم، ما باهوش‌تر بودیم، ما درس‌خوان‌تر بودیم، اون نمیدونم ما رفتیم کنکور نمیدونم رتبه دو رقمی شدیم، اونم رفت یه چی اصلا تاثیر کرد لاستیک فروش شد الان میلیاردره و ما هم همینجوری هشتمون گیر و نهمون. دائم داریم این کار میکنیم، این نوع مقایسه، یعنی همیشه فکر میکنیم عوامل بیرونی باعث شده که یک نفر بره و موفق بشه یک نفر ناموفق بشه، این بخت بد هست. و گاهی اوقات برعکس فکر میکنیم که این خود ما بودیم که مقصر بودیم، تقصیر خودمون بود که کردیم و از ماست که بر ماست، تقصیر کسی دیگری نیست و دائمی فکرم میکنیم. هر دوتا این افکار هست و اینجا هم در واقع داره نظامی به هر دوی اینها اشاره میکنه از قول فرهاد. میگه مرا هم بخت بد دامن گرفته است که این بدبختی اندر من گرفته، اگر نه زاهن و سنگ است رویم، وفا از سنگ و آهن چند جویم. مکن زین بیش خاری بر دل تنگ، غریبی را مکش چون مار در سنگ. میگه تو دیگه شیرین اینقدر سخت گیری نکن، بر دل تنگ من خاری روا مدار و همجور که ماری رو با سنگ میکشن تو هم غریبی رو تو این کوه و کمرها به این سنگ ها مبتلا نکن.
تو را پهلوی فربه نیست نایاب، که داری بر یکی پهلو دو قصاب. خب معلوم شد شیرین توپل بوده بر یکی پهلو دو تا قصاب داره. در واقع میگه که تو که اسباب تجمل برات فراهمه، گوشتی داری و آبگوشتی داری و غذایی داری و قرمه سبزی داری و کبابی داری و پهلوی فربه نیست نایاب، یعنی بساطت رو هست، اوضاع احوالت خوبه. بعد میگه که داری بر یکی پهلو دو قصاب، معلومه تسلط داری بر امور. همجور که دو تا قصاب که چشمای تو باشن، که خونریز هستن و فتان هستن، یا دو تا گیسوانت که خونریز و فتان هستن، اینها بر دو پهلوی تو قرار گرفتن و در واقع در بر تو، در آغوش تو قرار گرفتن. دو تا قصاب همیشه همراه دارن. منم تنها چنین بر پشت مانده، من هستم که تنها هستم. ز ننگ لاغری ناکشت مانده، ز عشقت سوزم و می سازم از دور، که پروانه ندارد طاقت نور. از آن نزدیک تو می ناید این خاک، که باشد کار نزدیکان خطرناک. میگه این خاک، این ناتوان، این خاک شده، این حقیر، به خاطر اون نزدیک تو نمیاد که کار نزدیکان خطرناک. یعنی در عاشقی حتی که شما به معشوق نزدیکتر باشید، بیشتر در معرض آسیب او قرار میگیرید و اصولاً مقربان آسیب پذیرتر از اونهای هستند که دورترند. چون که میدونن در جامعه‌ای که دیکتاتوری نهادین هست، قدرت در واقع همیشه اولین خطرات رو برای مقربین و نزدیکان خودش رقم میزنه. شما به خیلی کور شدگان دوره صفوی نگاه بکنید، از این شاهزادگانی که بیگناه در سنین کودکی کور میشدن، فقط به خاطر اینکه مقرب بودن، فقط به خاطر اینکه پسر شاه بودن، فقط به خاطر اینکه پتانسیالی میتونستن رقیبان شاه باشن در یه آینده نه چندان دور. و بعد از اون عمرا رو ببینن چجوری هدف به اصطلاح آسیب قدرت قرار میگرفتن، و بعد از اون مرحله به مرحله، و اون کسی که دورتر و دورتر و دورتر بود کمتر در معرض خطر بود و یک نوع پروتکشنی به طور طبیعی داشت به واسطه دوریش. حالا میگه که در واقع عاشقی، عرض من اینه، نه نظامی اینه نمیگه، عرض من اینه که عاشقی در یک همچین نظامی در واقع گرتبرداری از همین مدل هست. یعنی در واقع عاشقی به نوعی معشوق رو در مقام پادشاه مقتدر دیدنه و در واقع سبقه شاهی برای معشوق قائل شدن هست و تمام خصوصیات پادشاهی رو به معشوق نسبت دادنه، و از جمله اون خصوصیات این هست که مثلا این معشوق شاهی داره به مثابه یه سیاه‌چال که پادشاه داره، این هم شاهی داره به نام زلف که در اون یه عده‌ای زندانه، و همینجور که پادشاه ارتشی داره، این هم رقیبانی داره که دورش رو گرفتن، و همینجور که پادشاه سلاح داره و میتونه از خودش دفاع بکنه، این هم کمان ابرویی داره و تیر مژه‌ای داره و کاملا اون اسباب شاهی و تجمل براش فراهمه. از منظری عالی به جهان نگاه میکنه، در حالی که عاشق همیشه تو منظر پست قرار داره و از پایین داره به خونه معشوق نگاه میکنه. خونه معشوق همیشه در یه ارتفاعیه که جز باد به اون ارتفاع راه نداره. یکی از این خصوصیات تو این مدل سازی که ایرانیان کردن از معشوق، یکی از اون خصوصیات هم این هست که شاهان در واقع اونهایی که اقربای خودشون بودن و دوربر خودشون قرار داشتن رو آسیب میرسوندن، و معشوقان هم انگار چنینه. انگار معشوق هم اولین آسیب رو به عاشق خودش میزنه که نزدیکترین کس رو او هست، و به اطرافیان خودش میزنه. معشوقان اول پدر مادر خودشون رو بی آبرو میکنن،
بعدش برادران خودشون رو بی آبرو میکنن تو محله و بعدش شهر خودشون رو در واقع بر علیه خودشون بسیج میکنن که در واقع فتنه اون شهر میشن و فتانه و رسوای اون شهر میشن و بعدش همینجور مرحله به مرحله تا میرسن به سطح وسیله. یعنی در واقع تو این مدل سازی مشروب به مثابه شاهی دیده میشه که همون رفتار رو داره کپی میکنه. حالا آقای چیز هم فرهاد هم اینجا داره میگه که منم تنها چونین بر پشت مانده ز ننگ لاغری ناکشته مانده ز عشقت سوزم و میسازم از دوش که پروانه ندارد طاقت نوش از آن نزدیک تو میناید این خاک که باشد کار نزدیکان خطرناک. یا فعلا این مدتی عقب نشستم تا ببینم چه فرصت مناسبی میشه که بکنم. به حق آن که یاری حق شناسم که جز کشتن منه بر سر سپاسم، برا قسم میدم به حق حق شناسی در یاری و وفاداری که تنها در واقع خدمتی که میخوای به من بکنی در واقع عنایت به من باشه، من نزدیک تو محسوب بشم، عزیز تو محسوب بشم و خب حاضرم در این راه کشتن بشم. و بعد میگه که مگر که از بند غم بازم رهانی که مردن به مراز این زندگانی، به روز من ستاره بر میاد به بخت من کس از مادر مزایاد، مرا مادر دعا کرده از گویی که از تو دور بادا هرچه جویی. انگار که قسمت من این بود که مادرم در حق من چنین دعایی بکنن یا چنین نفرینی بکنن که ایشالله هرچی میخوای بهش نرسی. مادرها وقتی نفرین میکنن نه خیلی بد نفرین میکنن، من خدا نکن نفرین میکنن، دخترها رو کمتر ولی پسرها رو خیلی نفرین میکنن مادرها. و از جمله میگن یه مادر کرمونی داشته بچهش نفرین میکنه، میگفته الهی بری زیر میزه دارم به سینهش که الهی بری زیر تریلی 19 چرخ. گفتن مادر تریلی 18 چرخ بیشتر نداره. گفت من زاپاس چم حساب میگه مرا مادر دعا کرده است گویی که از تو دور بادا هر چه جوری، اگر در تیغ دوران زحمتی هست. زحمت اینجا یعنی فعالیت، رفتار، فقط خود رفتار، خود عمل کرد، نه الزاماً به معنی درد سر. میگه اگر در تیغ دوران زحمتی هست چرا برد تو را ناخون مرا دست. میگه اگر نفرین مادر من پشتم نبود، اگر بخت شوم من نبود، میگذاشتیم فقط به حساب تیغ دوران که برنده هست، چرا این تفاوت وجوده؟ چرا یکی نان جوین آغشته در خون میخوره، یکی را میدهی صد ناز و نعمت، یکی را نان جوین آغشته در خون؟ این اختلاف نشون میده که در واقع سرنوشت به طور عادلانه رقم نمیخوره و یه عده‌ای ظاهراً یه بختشون میدارن که خودشون خبر ندارن. وگر بیمیل شد پستان گردون چرا بخشد تو را شیر و مرا خون، بدان شیری که اول مادرت داد که چون از جوی من شیری خوری شاد، کنی یادم به شیر شکرآلود که دارد تشنه را شیر و شکر سود. بعد قسمش میده شیرین را به شیر مادرش، به شیری چون شبانان دست گیرم، یعنی مرا دست بگیر همچون شبانان بشیر. شما نمیدونم تا حالا مواجه شدن با یک شبانی که برش مهمان بشید و او شما رو با شیر پذیرایی کنه. من اتفاق افتاده برم که در بیابان رفتیم و گروهی بودیم و شبانی از ما پذیرایی کرد و به ما شیر داده و این رسمه. به شیری چون شبانان دست گیرم، میگه مثل چوکونا من رو به شیری مهمان کن که در عشق تو چون طفلی به شیرم. طفل به شیر یعنی طفل نوزاد. میگه من
که در ابتدای عاشقی تو هستم و شیفتوار تو رو دوست دارم، همونجور که یک طفل به شیر شیفتوار وابسته است به مادرش. به یاد دارم چو شیر خوشگواران، فراموشم مکن چون شیر خواران. میگه که کودکان فراموشکارن، کودکان دیدن چقدر زود یادشون میره همه چی. البته اینا توی یه حافظه های اینها میمونه، این اینفورمیشن ها بعدها یه روزی بروز میکنه که آدم شاخش در میاد، یادت بابا اون روز اینجوری، یادت مامان اینجوری. ولی علی ظاهر یه توانایی در کودکان هست که در واقع میتونن پشت سر بذارن حوادث رو و یه چیزهای رو زود فراموش بکنن. معروفن کودکان به فراموشکاری. میگه بیاد دارم چو شیر خوشگواران، فراموشم مکن چون شیر خواران. گرم شیرینی نتیز جامت، دهان شیرین همی دارم به نامت یا ز نامت. میگه که خب اب نداره، حالا اگر جام شیری به من نمیدی، خوشگوار شیر خوشگواری مایه آشنایی، یعنی ما رو دعوت نمیکنی توی اون هتلی که خودم برات ساختم یک نوشیدنی از اون شیرهایی که خودم جاری کردم در اون محل برات، یه با هم هم پیاله بشیم. حداقل میگه که دهان شیرین همی دارم به نامت. میگه این که از دستم برمیاد که اسم تو رو ببرم و دهنم رو همیشه با نام تو شیرین کنم. چو کس جز تو ندارم یار و غمخوار، مرا بیار و بی غمخوار مگذار. زبان تر کن بخوان این خشک لب را، میگه که من رو صدا بزن، من رو فرا بخوان، دهن تر کن و من رو فرا بخوان، من خشک لب را، من که تشنه شیری هستم از پیاده تو. زبان تر کن بخوان این خوش لب را، به روز روشن آر این تیره شب را. به دانگی گرچه هستم با تو درویش، توانگروار جان را میکشم پیش. ببینید درویش ها، یعنی درویش یعنی بیپول، گدا، اصلا درش همون در است. و ویشش یعنی در واقع کسی که میره دریوزه میکنه، در به در میره و سوال میکنه. خب تو ادبیات عرفانی ما درویش میاد جای لغت عارف رو میگیره و مخصوصا تو شعر حافظ که خیلی عزت و اعتبار فوق‌العاده‌ای برخوردار میشه درویش. برعکس صوفی که از سکه میفته تو شعر حافظ، درویش یهو کردیت میگیره و لغت خوب میشه برای حافظ که در واقع خود لغت گدا هم توی شعر حافظ لغتی یواش یواش معتبری میشه توی شعر حافظ و شعر بعد از حافظ. اما اینجا الان داره درویش به معنی فقیر به کار میره، نه به معنی کسی که حالا یک سلوکی کرده یا یک مبادی عرفان و تصوفی رو پشت سر گذاشته. نه، منظور اون نیست. میگه بدانگی گرچه هستم با تو در بیش، توانگروار جان را میکشم پیش. میگه که من میتونم مثل یک ثروتمند تمام ثروتم رو بذارم وسط و اون جان من، من درویشم، به دانگی میتونم ثروتم رو هدیه تو بکنم، دانگ خودم رو بپردازم و اون جان من هست و تمام هستیم هست که در کمال سخاوت مثل یک آدم کریم و ثروتمند که خیلی سخیه همه اون رو بحث بکنم. ز دولتمندی درویش باشد که بی سرمایه سودندیش باشد. یا خانمی از فامیلای ما، خانم مسنی بودن، شما همیشه ما میگفتن که مثلا میدیدیم شما میگفتن دعا کنه ننه من برنده بشم بلیت اگه بلیت بخت بازم موضوع. خب بله انشاءالله برنده میشه، حالا بلیت چند تا خریده میکنم من نخرید، یعنی بلیت نمیخریدن و دعا میکنم باید از آدم ها توقع داشتن دعا کنم بلیتشون برنده بشه.
و حالا این میگه که درویش ها چنین هم. ببینم میگه ز دولتمندی درویش باشد که بی سرمایه سودندیش باشد. میگه اتفاقا این سعادت برای درویشان همیشه فراهمه، برای فقرا فراهمه که همیشه سود میبرن. یاد شما رو یاد سخن معروف مارکس نمیاندازه که مارکس میگه که طبقه کارگر به جز زنجیرهای پاش چیزی برای از دست دادن نداره. خب راست هم میگه، البته در زمان مارکس، الان جانی خود داستان فرق داره، ولی در زمان مارکس حداقل درست بودی حرف. یعنی طبقه کارگر چیزی رو از دست نمیداد، اگر میومد انقلاب میکرد به چیزی میرسید که خب میرسید، اگر نمیرسید اوضاع بدتر نمیشد براش، چون که روزی مثلا 14 ساعت 12 ساعت کارگرها در اون دوره کار میکردن و معمولاً نه حمایتی بود، نه قانون کاری بود، نه شرایطی داشتن که حمایتی بشن به هیچ وجه از نظر بیمه و تامین اجتماعی و این مسائل. بنابراین درویش همیشه سود میبره، چون نو مدر وات که چه اتفاقی بیفته چیزی به ضرر اون نمیشه. میگه ز دولتمندی درویش باشد که بی سرمایه سودندیش باشد. و میگه من اینجوری، من بی سرمایه و سودندیشم و سودم وصال توست، یا میرسم یا نمیرسم دیگه، یا از این دو حالت که خارج نیست، یا میمیرم در این راه یا به تو میرسم. من شرایطم بدتر از اونچه که هست نمیشه. در صورتی که خسرو باید چیکار میکرد؟ خسرو باید به فکر مملکت بود، به فکر پادشاهیش بود، به فکر هزار و یک مسئولیتی که در واقع داره. ولی فرهاد آزاده است، وارسته است از همه اینها و میگه من بی سرمایه سودندیشم. مسوزان دل که دلدارش تو باشی، زگیتی چاره کارش تو باشی. میگه تو مسوس، تو مسوس دل من را، تو به سمت من بیا. چو در خوبی غریب افتادی ای ما، غریبان را فرو مگذار در را. تو که امروز از غریبی بی نصیبی، بترس از محنت روز غریبی. طمع در زندگانی بسته بودم، امیدن در جوانی بسته بودم. از آن هر دو کنون نومید گشتم، بلا را خانه جاوید گشتم. دریغا هرچه در عالم رفیق است، تو را تا وقت سختی هم طریق است. گه سختی تناسانی پذیرد، تو گویی دست و ایشان پذیرند. گه سختی تناسانی پذیرند، تو گویی دست و ایشان پای گیرند. یه دوستان همه من را کردن، من الان تنها، آرزوها و امیدهای من نقش براب شده، چون من در این کوه هستم. میگه دوستان همیشه همراه آدم هستن تا زمانی که منتفع بشن، و وقتی که روز سختی میشه تو میگی دستم رو بگیر، اونا پات رو میگیرن. یعنی تو میخوای دستت رو به اونها بدی که بلند شی، اونا پات رو میگیرن که جلوی حرکت تو رو بگیرن. گه سختی تناسانی پذیرند، تو گویی دست و ایشان پای گیرند. مخور خونم که خون خوردم ز بهرت، غریبم آخر ای من خاک شهرت. چه بد کردم که با من کینه جویی، بد افتد گر بدی کردم نگویی. اگر میگه ببینه، اگر انتقاد از خود نداشته باشی، گر بدی کردن نگویی، یعنی اگر از انتقاد از خود نداشته باشی، اگر خودت نقد نکنی، اگر بر نگردی به خودت و رفتارت نسبت به من نگاه بکنی، این بده برای تو. و این عدم انتقاد از خود باعث میشه که در واقع من رو هم شاید از دست بدی. چه بد کردم که با من کی نجویی، بد افتد، بد افتد گر بدی کردم نگویی. نه، من اینجوری میفهمم که بدی کردم نگویی، بدی کردم نگویی رو میذارم توی پرانتز، میگم که بد افتد گر بدی کردم نگویی، یعنی اگر بدی کردم نگویی اوضاع برات بد میشه. تو چجوری میخونی؟ بد افتد گر بدی کردم، یعنی من به تو بدی کردم تو نگویی.
میگه که چه بد کردم که با من کینه جویی. بد افتد گر بدی کردم نگویی. یعنی این خوب نیست که اگر من یه بدی کردم تو به من نگی تو چه بدی کردی، و خب من نمیتونم خودم رو اصلاح کنم در اون صورت. تو باید به من بگی من چه بدی کردم. شما اینجوری میگیرم. خب ابنت هر دو جورش من هنوز اونجوری میگیرم. علت اینی که اونجوری میگیرم نمیدونم چیه. شاید تحت تاثیر شرحیه که مثلا خوندم یادم نمیاد. شاید مثلا تحت تاثیر نوشته ثروتیان باشه یا تحت تاثیر نوشته آقای چیز باشه، وحید دستگردی باشه، یا ادامه ماجرا. ولی اجالتا گفته شما رو میپسندم. تا بریم جلوتر شاید حرف خودم برگردم یا نگردم. در حیل حرف شما میشه گفتش که بدی کردم نگویی رو با کینه جویی میگه. چه بد کرده که با من کینه جویی؟ حالا کینه جویی تو کار بدی، بعد افتاد که بدی کردم نگویی کینه جویی تو من حرف بدی نگی من بدی. آره، یعنی یه اویدنسی شما پیدا کرده که این رو تایید میکنه. حالا اجازه بدم بخونیم ببینیم کدوم یکیشون بهتره با سازگارتر با مت. بذارم هم از دو خط قبل‌تر میکنم. میگه گه سختی تناسایی پذیرند رفقا، تو گویی دست و ایشان پای گیرند. مخور خونم که خون خوردم ز بهرت، غریبم آخر ای من خاک شهرم. چه بد کردم که با من کینه جویی؟ بد افتد گر بدی کردم نگویی. خیالت را پرستش ها نمودم، وگر جرمی جز این دارم جهودم. مکن با یار یک دل بی وفایی، که کس با کس نکردیم ناخدایی. میگه من در واقع جرمی نکردم، بدی نکردم. باز هنوز به نظر من هر دوتا ورژن کار میکنه، هر دوتا نگاه کار میکنه، هر دو جور میشه معنی کرد. به این نوع ابیات میگن ابیاتی که ایهام ساختاری دارن، یعنی در واقع یه جوری هم ضعف تألیف هست هم میتونیم تعبیر کنیم به ایهام ساختاری. یعنی دو جور میشه فهمیدشون و هر دو جور هم کار میکنه. ساختارشون جوریه تو زبان فارسی که میتونن دو تا دستور رو روشون اطلاق کنیم و هر دو تا دستور هم خواهد. اما ببینم یه اشاره هم داره میکنه به جهودان. میگه خیالت را پرستش ها نمودم و اگر جرمی جز این دارم جهودم. یعنی اگر من آدم بدی هستم، فرض کرد که جهودا آدم بدی هستم، اگر جرمی جز این دارم. و اینجا توش یه نوع یهودی ستیزی است. این یهودی ستیزیه که اتفاقا توی فرهنگ ایرانیان کمتر بوده و تو مثلا گزارش‌های تاریخی که ما در مورد سابقه یهودی ها راجع به تاریخ یهود میخونیم دائم این گفته میشه، تذکر داده میشه که اقوام مختلف نسبت به یهودی ها بعد برخورد کردن و یه ستیزه کردن با یهودی ها و یهودی ها هرگز نتونستن بعد از اون نابودی معبد سلیمان که قریب به دوره مسیحی بوده، فکر کنم مثلا 70-80 سال بعد از ماجرای مسیح بوده، هیچ وقت نتونستن که یک کشور مستقل داشته باشن، در یک کشور اکثریت داشته باشن و کشوری داشته باشن تا زمان اسرائیل. همیشه مورد ستم اقوام و ملل بودن و همیشه ما با یه استثناء مواجهیم به جز مردم هند و مردم پارس، که مردم پارس و مردم هند به یهودی ها هیچوقت بدی نکردن. ولی ما علاوه بر چیزهایی میبینیم، مثلا توی شاهنامه داستان براهام یهودی، اونجا تو شاهنامه وقتی هست نظر اشتردوسی نسبت به یهودی ها مثبت نیست. یعنی از براهام یهودی چهره خسیسی تصویر میکنه که اتفاقا شاه اگر اشتباه نکنم بهرام به خونش میره و او از بهرام بد پذیرایی میکنه و با شکل بدی از بهرام پذیرایی میکنه و کاملا جو منفیه تو داستان براهام یهودی. تو همین بیت میبینیم که منفی هست. الان که خود کلمه جهود اصلا خود کلمه توهین‌آمیزیه، یعنی الان قشنگ نیست آدم به یه یهودی بگه که جهود، بهتر بگه یهودی یا کلیمی. ولی
به نظر نمیرسه که واقعا در زمان نظامی یا فردوسی یا سعدی هم کلمه جهود رو به کار برده، به نظر نمیرسه که در اون موقع این کلمه توهین‌آمیز بوده باشه. ولی به هر حال اینجا میبینیم که آثار این به اصطلاح برخورد یهودی ستیزی رو الان در این بیت داریم میبینیم. ما یه فعلی هم داریم بهش میگیم جودبازی در نیاریم. بله جودبازی در نیارم باز دوباره تحت تاثیر همین نگاه یا مثلا حافظ تعبیر شربور یهود به کار برده، میگه شیخ و زاهد و شربور یهودشان هستن و شربور یهود یعنی شربور یهود یعنی در واقع فرض بر این بوده یهودی ها یواش میخورن و در واقع به کسی تعارف نمیکنن و پنهانی میخورن و حافظ خوردن می توسط شیخ و زاهد رو شربور یهود میدونه، یعنی خوردن پنهانی و خوردن یواشکی. و باز ببینید اونجا هم باز تعبیر منفی وجود داره که اینها به نظر من به هیچ وجه قابل دفاع نیست و به هر حال بهتره تکرار نکنه آدم این نوع ادبیات رو. مکن با یار یک دل بی وفایی که کس با کس نکردی ناخدایی، اگر بادم تو نیزیم ای سر به آزاد، سری چون بید در جنبان به این باد، وگر خاکم تو ای گنج خطرناک، زیارت خانه‌ای برساز از این خاک. خطرناک یعنی مهم، اصلا خطر یعنی اهمیت، خطرناک یعنی شگفت‌انگیز مهم، گنج خطرناک، گنج با عظمت. اگر نگذار یک شمع ترازم که پیهی در چراغت می گدازم، چنانم که کش که دور از آستانت، رمی می باشم از دست استخوانت. یه حافظ میگه چی؟ پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود. میگه اجازه بده من حداقل جلو پام با چراغ تو ببینم، این که مشکل ایجاد نمونه که سوخت چراغت که تغییر نمیده که. حالا حافظ احتمالا یه بوسه ای میخواسته، گفته خواهر یه چیزی که حتی کم نمی کنی، پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود. این میگه که چیز اینجا میگه که اگر اجازه نمیدی که من پیهی یا روغنی از چراغ تو روشن بکنم یا دریافت بکنم، چی گفته بود دقیقا؟ بذارم پیداش کنم. اگر نگذار یک شمع ترازم، یک شمع زیباروی من. تراز یه سرزمینیه در ترکستان که دخترهای خیلی قشنگی و کنیزان قشنگی، احتمالا غلامان قشنگی از اونجا می آوردن و می فروختن. و رودکی میگه چی؟ روی به محراب نهادن چه سود، دل به بخارا و بتان تراز. ایزد ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد، نپذیرد نماز. یه باز داری نماز داری بخونی، فکر پیش بوتان تراز. خب میگه در واقع تراز در واقع یعنی اون سرزمینی که زیبارویان معروفی داره. میگه اگر نگذاری ای شمع ترازم، ای زیبارو، که پیهی در چراغت میگدازم، که من سهیم بشم با در این زیبایی با تو، در کنار تو بنشینم، از نور تو برخوردار بشم، چنانم کش که دور از آستانت. دور از آستانم همونی هست که دیدن الان مادر بزرگا و پدر بزرگا اینا همه میگن دور از جون، دور از رود، چه گوش شیطون کر کور، از این حرفا. این از اون جنسه. چنانم کش که دور از آستانم، جمله معترض است، دور از آستانت ورداره. چنانم کش که رمیمی باشم از دست استخوان. رمیم یعنی پوسیدگی ناشی از، یعنی استخوان، گرد و غبار ناشی از پوسیدگی استخوان. میگه که من جوری بکش که مثل گردی از دست تو فرو بریزم و در واقع رمیمی از دست استخوان تو باشم، از استخوان دست تو باشم. و در واقع اجازه بده که حداقل به پای تو بریزم، به پای، اگر چراغی از تو، نوری از تو نمیرسه، حداقل گردم به پای تو برسه. بعد میگه چنانم منم دراجه مرغان شبخیز. وضعیت منو بیا ببین توی این
بیرگس و کوهستان. دور راجع یادتونه قدیما که دم دروازه های شهرها، حالا تو فیلم ها زیاد دیدیم، دم دروازه های شهرها دو تا برج بود، برج دیدبانی، برج دیدبانی، اینا هم گفتن دور راجع یا در راجع یا در راجع در... حالا نگاه کردن تاریخان تسبل شد. این در راجع ها درشون چیز بوده، معمولا اینا دور افتاده می شدن، متروکه می شدن و مرغا می رفتن اونجا آشیان می کردن، پرندگان وحشی اونجا آشیان می کردن. جا خوبی بوده که پرندگان وحشی توی این برجای دور افتاده یا متروکه زندگی بکنن. میگه منم در راجه مرغان شبخیز، همه شب مونس هم مرغ شبابیز. و شما وقتی که نیمه های شب بیدار بمونید، صدای جغدایی که از چیز آویزونن، از درخت ها آویزونن و هوهو میکنن و صدا میدن، حالا هر صدایی که جغد داره، اینها رو بهشون میگن مرغان شبابیز، که در واقع یه مرغی بودی که وارونه هم آویزون میشده از شاخه یه نوع جغد خاصیه که وارونه آویزون میشد که شکارش رو بهتر ببینه. شبی خواهم که بینی زاری هم را، سحرخیزی و شب بیداری هم را، گر از پولاد داری دل نه از سنگ، ببخشایی بر این مجروح دلتنگ. میگه که اگر دلت سنگ 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 نبود، یعنی اون اکستریم دلسنگی نبودی و سنگ دلی نبودی، یکم دل سخت بودی، سخت دل بودی ولی سنگ نبود، دلت برای من میسوخت. گر از پولاد داری دل نه از سنگ، ببخشایی بر این مجروح دلتنگ. سعدی چه میگه؟ میگه گفتم آهندلی کنم چندی، نه دل پولاد معنی میده، گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دل بندی. سعدی ها دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است. کشم هر لحظه جوری نونو از تو، به یک جو بر تو ای من جو جو، به یک جو بر تو ای من جو جو از تو، من جو جو از تو یعنی من ذره ذره از تو، از تو ذره ذره شدم، ای کسی که من از تو ذره ذره شدم. میگه کشم هر لحظه جوری نو نو از تو، به یک جو بر تو، همه این ذره ذره شدن های من، همه این جور کشیدن های نو به نوی من پیش تو یک جو هست، یک چیز بی ارزش هست، یک چیز ناچیز هست، به یک جو بر تو، پیش تو یک جو هست. من افتاده چون این چون گاو رنجور، تو میبینی خرک میرانی از دور، کرم زین بیش کن با مرده خیش، مکن بیداد بر دل برده خیش، حقیقت دان مجازی نیست این کار، به کار آدم که بازی نیست. میگه من به دردت میکنم، به کار آیم که بازی نیست این کار، من اندر دست تو چون کاه پستم، وگرنه کوه عاجز شد ز دستم. میگه این تویی که منو مسخر کردی، وگرنه کوه نمیتونه منو مسخر کنه، که وگرنه کوه عاجز شد ز دستم. میگه کوه رو من دارم سوراخ میکنم، چون من در روز دست از کوه بیشم، چه شد چه باشد لشکری چون کوه پیشم، اگر من تیغ و حیوان کنم تیز، چون من در زور دست از کوه بیشم، در زور دست، بر راست میگم، این اعراب این غلطه، چون من در زور دست از کوه بیشم، چه خوب شد آنه، چه شد چه باشد لشکری چون کوه پیشم، اگر من تیغ بر حیوان کنم تیز، تیغ بر حیوان کنم تیز یعنی اراده قتل کنم، اراده کشتن، نه شبدیزم جوی سنجد نه پرویز. گفت که پرویز رو میتونم با شبدیزش همزمان بکشم، ز پرویز و ز شیرین و ز فرهاد همه در حرف پنجی، ای پریزاد،
میگه که هم شبدیز پنج حرفیه، هم پرویز پر حرفیه، هم فرهاد پر پنج حرفیه. میگه هر سه تا پنج تا حرف بیشتر نداریم. چرا؟ چون نام هر یک پنج حرف است. به بردن پنجه خسرو شگرف است. میگه این وسط چطور میشه؟ اون پیروز میشه. انگار که تعداد، مثلا اگر یک کسی اسمش مثلا باشه مثلا 77، اون دیگه همیشه باید پیروز بشه. مثل اسامی ما دیدن که اینجا همیشه همینجوری مشکل زا هست، از بس که طولانی هست این اسمای ما. ولی این معطوف به در واقع علم تلسمات هست و معطوف به این هست که نامها تصور میکنن که یه قدرت‌های فوق‌العاده‌ای دارن و اسمها بر مسماها دلالت میکنن و اصولا یه اسمی و یه حروفی قدرت بیشتری دارن نسبت به یه حروف دیگری و تعداد حروف پرقدرت میتونن یک فردی رو در واقع نیرومندتر بکنن. به خاطر همین اصلا اون مسئله جنبش حروفیه هم پیرو به همین نوع افکار پیدا شد. مسئله حساب ابجد و اینکه به هر حرف یه عددی دادن و یه عددی نماینده یه حرف میشد پیرو به همین نوع نگاه ها پیدا شد و تحت تاثیر همین نوع نگاه که انگار اسم و مسما با هم یه نسبتی دارن و هر مسمای انگار از یک به اصطلاح با اسمش زاده شده و اسم و مسما با هم نسبت وسیعی دارن. شاید یکی از دلایل یه پیدا شدن همچی فکری هم یا مؤیدات پیدا شدن یه همچی فکری هم همون علمنا اسماء قرآن باشه که در واقع خدا به آدم اسما رو میآموزه و فرشتگان اسما رو بلد نبودن و خدا در واقع به فرشتگان میگه بر آدم تعظیم بکنن. اینا میگن به چه حساب ما باید بر آدم تعظیم بکنیم؟ میگه به خاطر اینکه اون علم اسما میدونه و شما نه، این در واقع برتری آدم این بوده که علم اسما میدونسته. یعنی چی علم اسما میدونسته؟ یعنی مثلا تا پریروز خدا با فرشتگان حرف میزده، میخواسته بگه مثلا بره مأموریت انجام بدن یا مثلا به جبرائیل، آره خدام نه، جبرائیل میخواسته به زیر دستاش دستور بده که برن یه کاری بکنن، چی میگفته؟ اونجور با زبان ساین لنگویج هر علم اسما بالاخره معنیش چیه؟ یعنی خودش دارای یک پرسشگری ایجاد میکنه، یعنی چی علم اسما میدونسته که تا حالا کسی نمیدونسته. و شاید پیرو این اینها تصور میکردن که علم اسما یه چیزی پیچیده تر از اون چیه، اون چیزی که ما اسم یه چیزی رو میدونیم. انگار پشت اسما یه قدرت‌های جادویی وجود داره و اسما در واقع یک چیزهایی دارن که در واقع ما نمیدونیم و نمیشناسیم و نیروهای به اصطلاح مرموزی پشت اسما هست. خواهش می‌کنم. یک چیزی که در واقع پیش میگفتین اگر مرتبط به این بحث شما برای موضوع سی بیست نهاده بر سر سر. سی بیست نهاده بر سر سر. سر. سی بیست. بر سر سر. باید چی میشه؟ سر چی میشه؟ آه میشه خسرو. سی بیست میشه سر. بله بله. سی بله بله. از این نوع داستان ها زیاده و معما ها زیاده. یکی ابامزه هاش حالا من براست تعریف کنم که یکم کمدیه. بخنده. در زمان یغما جندقی یه نفر یه دستشویی ساخته بوده، اومده بوده به یغما گفته بوده برای تاریخ ساخت این بنا که برای مسلمین هم خیلی مفیده در شارع عام خلاصه یه دستشویی داشته باشن که اینا اگر به قول ما کرونی ها و بندشون گرفته تو نبرنجش کنن، من یه دستشویی ساختم تو بیا برای تاریخ بنای این ماده تاریخی بود که به حساب ابجد این تاریخ رو این خیلی بهش بر میخوره. من شاعر میام برای توالت مثلا تاریخ تاسیس توالت اینجوری میگه، میگه حاجی آقا فلان خلایی ساخت تا بگویند ذکر او از پس، گفت یغما برای تاریخش توشه آخرت همینش بس. که این توشه آخرت همینش بس به حساب ابجد میشه واقعا تاریخ تاسیس او بر. بله از اون ماجراها زیاد است. خب
بریم سر این میگه که ز پرویز و ز شیرین و ز فرهاد همه در حرف پنجیمه پریزاد. چرا؟ چون نام هر یک پنج حرف است ببردن پنجه خسرو شگرف است. چرا پیروز میشه؟ ندانم خصم را غالب تر از خیش. میگه خسرو از من قوی تر نیست که در مغلوب و غالب نام من بیش. این مغلوب و غالب هم باز حساب مغلوب و غالب هم باز اصطلاحاتی از تلسمات هست که آقای چیز ثروتیان یه مثالی زده از خود نظامی، میگه از آن هندسی حرف شکلی کشید، از آن هندسی حرف شکلی کشید که مغلوب و غالب در اون شد پدید. یعنی معلوم میشه که مغلوب و غالب با یه شکلایی معلوم میشده که چی مغلوبه نسبت به چی و چی غالبه نسبت به چی، و اینم باز اصطلاحیه در همین حوزه. میگه که ندانم خصم را غالب تر از خیش، اون از من قوی تر نیست. احتمالا نام فرهاد نسبت به نام پرویز هم قوی تره، ما که نمیدونم، یعنی من که نمیدونم چون اون علم تلسمات و اینا خدا شد بلد نیستم، ولی این به هر حال ظاهرا نظامی بلد بوده و میفهمیده که فرهاد باید غلبه داشته باشه بر پرویز. حالا چطور که پرویز اینجا بر فرهاد غلبه داره؟ و میگه ولی که ادبار خود را میشناسم و از اقبال مخالف میخراسم. میگه من میدونم ادبار خودم رو میشناسم، اقبال مخالف خودم هم میشناسم. یعنی این شانس داره هر دفعه میریزه میاره 3 و 4 که میخواد، میاره 2 و 1 که میخواد، میاره جفت 6 که میخواد. آیه شهرآبادی با میلیون من چی میگم. و ولی من وقتی میریزم اون عدد رو نمیارم که احتیاج دارم. هم ادباری عجب در راه دارم که مقبل هر کسی بدخواه دارم. مبادا کس وگرچه شاه باشد که او را مقبلی بدخواه باشد. میگه من اگر شاه هم بودم، الان که شاه نیستم، ولی اگر شاه هم بودم مقبلی بدخواه من بود، اگر دشمن من خوششانس بود من اوزان بیریخت بود. چرا صد به الان که آلردی اوزان بیریخت هست، حالا بدون که او مقبل باشد. از آن ترسم که در پیکار این کوه گرو بر خصم ماند بر من اندو. میگه میترسم این کوه رو هم سوراخ کنم، شرط خسرو ببره، اندو نصیب من باشه. حافظ چی میگه؟ میگه ربا مدا خدایا که در حریم وصال رقیب محرم و ارمان نصیب من باشه. بین محرم و ارمان ببینه چه بازی زبانی کرد. میگه ارمان و محرم به نظر میرسن مشتق شدن از هم، یعنی صنعت جناس شبه اشتقاقه. این به نظر میشه این دوتا یک کلمه هستن، ولی حالا که یکشون هرمان یکشون محرمه. میگه روا مدار خدا یا که در حریم وصال، حریم هم با اینا به نظر میشه مشتق هستن، رقیب محرم و هرمان نصیب من باشه. میگه چطور شد این وسط از این حرم ما میخوایم مشتق بسازی، یه هرمان میشه اتوش در میاد، یه محرم در میاد، محرمه اون میشه هرمانه نصیب من. اینجا هم همین مضمون رو در واقع نظامی داریم. میگه که از آن ترسم که در پیکار این کوه گرو و خصم ماند، شرط او ببره بر من اندو. مرا آن کس که این پیکار فرمود، طلبکار هلاک جان من. در این سختی مرا شد مردن آسان، که جان در غصه دارم غصه در جان. مرا در عاشقی کاریست مشکل، که دل بر سنگ بستن، سنگ بر دل، سنگ بر دل بستن یعنی صبوری کردن و پشت کار داشتن و رنج بردن. و میدونید که صوفی هایی که ریاضت میخواستن بکشن و هندی ها و مرتاض هایی که ریاضت میخواستن بکشن برای مقابله با گرسنگی سنگ بر دل میبستن، یه مقدار زیادی سنگ میکردن توی کیسه ای توی کوله پشتی، اینا از جلو میپوشیدنش، این سنگا رو شکمشون فشار بود و باعث میشد اینا همیشه احساس سیری بکنن. و سنگ بر دل بستن یعنی رنج کشیدن و مرارت کشیدن و ریاضت کشیدن. چون اونجا چیه؟ چی هست اونجا؟ آه بله او واسه در جان افتاد، اصلا وزنش هم خرابه، نمیتونه اونجا باشه، اصلا نمیتونه باشه به خاطر که وزنش هم ایراد داره.
مفاعیلون مفاعیلون مفاعیلون، میگه که جان در غصه دارم غصه در جان، مفاعیلون مفاعیلون. مرا در عاشقی کاری است مشکل، که دل بر سنگ بستم سنگ بر دل. حقیقت دان مجازی نیست این کار، به کار آیم که بازی نیست این کار. تو آن توان خود را به سختی سنگ دل کرد، بدین سختی نکاهن را خجل کرد. مرا عشقت چون موم زرد سوزد، دلم برخیشتن زین درد سوزد. مرا گر نقره و زر نیست در بار، که در پایت کشم خروار خروار. رخ زردم کند در عشق باقی، گهی زرکوبی و گه نقره کاری. ز سودای تو ای شمع جهانتاب، نه در بیداری آسودم نه در خواب. میگه سه سودای میگه ز سودای تو ای شمع جهانتاب، نه در بیداری آسودم نه در خواب. اگر بیدار اندوه بایدم خرد، اگر بیدارم اندوه بایدم خرد، وگر در خوابم افزون باشدم درد. چو در بیداری و خواب این چنینم، پناهی بهز تو خود را نبینم. بیا دیدم مثل بچه ها، عاشقا مثل کودکان میمونن و معشوقا مثل مادران میمونن. مادرها وقتی کودکا را اذیت میکنن، کودکا دوباره به مادرها پناه میبرن، چون جای دیگه نمیتونن برن. یعنی هرچی اذیت، اگر مادر دعواش کنه دوباره میره تو بغل مادرش، اگر بزنتش دوباره میره تو بغل مادرش، اگر فوشش بده دوباره میره. میگه که من کجا برم، من چیکار کنم، یعنی هیچ راهی ندارم غیر از اینکه برگردم به تو. ببینه میگه تو در بیداری و خواب این چنینم، پناهی بهز تو خود را نبینم. بیا که از مردمی جان بر تو ریزم، ندیوم کاخر از مردم گریزم. کسی در بند مردم چون نباشد، که او از سنگ سنگ مردم میتراشد. میگه من هنرمندم، من چجوری میتونم از انسان دوری بگیرم؟ مگر ممکنه یه هنرمندی اومانیست نباشه؟ مگر ممکنه؟ بالاخره اومانیست. میگه که من از سنگ انسان میتراشم، چجوری میتونم که از انسان، اونم از معشوقم، دور بشم؟ کسی در بند مردم چون نباشد، که او از سنگ مردم میتراشد. تراشم سنگ و این پنهانیم نیست، که در پیش است در پیشانیم نیست. یعنی چقدر اینم خوب میگه، میگه که من واقعا فرق هنرمند عاشق و عاشق معمولی همینه، که عاشق معمولی در پیشانیش، ولی هنرمند در پیشش، این جلوش با عشق داره زندگی میکنه. در پیشانیش نیست، در سرنوشتش نیست، در تخیلش نیست، در آیندهش نیست، داره باش دست و پنجه نرم میکنه. همون لحظه داره، هر لحظه داره عشق میبرزه با معشوقش زندگی میکنه. میگه دقیقا داره یک هنرمند عاشق رو تصویر میکنه. میگه کسی را خیلی این نسخه من بده، میگه تراشم سنگ و این پنهانیم نیست، که در پیش است و در پیشانیم نیست. کسی را روبرو از خلق بخت است، که چون آینه پیشانیش سخت است. بران کس چون ببخشد نشو خاکی، یعنی رشد بکنه خاک، رشد بکنه گیاهان. بران کس چون ببخشد نشو خاکی، یا نشو خاکی که دارد چون بنفشه
شرناخی میگه من خضوع دارم و خاک پیش من رشد میکنه. من مثل نرگس پرگو نیستم، مثل بنفشه خضوع دارم. و میگه که بران کس چون ببخشد نشت خاکی که در که دارد چون بنفشه شرناکی، ز بی شرمی کسی کو شوخ دیده است، چون نرگس با کلاه زر کشیده است. خاکی بران کس چون ببخشد نشت خاکی که دارد چون بنفشه شرناکی، بله بهتره، ز بی شرمی کسی کو شوخ دیده است، چون نرگس با کلاه زر کشیده است. یعنی آقای خسرو رو میگه جهان را نیست کردی پستر از من. اینجا هم باز دوباره توهین به کرداست، اگرچه مادر نظامی کرد. اگر واقعا معطوف به خودش باشه نظامی، این سخنش توهین نیست. مثلا توی فیلم اگر یه سیاه‌پوستی به مثلا دوست دخترش یا به برادرش یا به دوست پسرش بگه نیگر، توهین نیست. ولی اگه یه سفید پوستی بهش بگه، توهین. حالا اینجا من واقعا نمیدونم که نظامی داره به خود میگه چون مادرش کرد بوده. چون مادر من رئیسی کرد، مادر صفتانه پیش من مرد، این لابگری کرا کنم جا تا پیش من آوردش به فریاد. به فریاد. مادر من رئیسی کرد. یعنی این تعبیری که نظامی داره میگه، این نشون میده که این کرد خودش کرد میگه. اگر واقعا خودش رو کرد بدونه، اینجا توهین نیست. ولی اگر نه، میگه که جهان را نیست کردی پستر از من. میگه تو دنیا کسی از من عقب افتاده تر، ناتوانتر، حیرانتر نیست. نبینی هیچ کس بی کس تر از من. و من هستم که از همه عقبتر افتادم و ناتوانتر. خب میتونیم مثلا اینجوری بگیم، مثلا من بگم هیچ کرمونی از من حیرونتر نی. خب این کرمونی ها بهشون برمیخوره، میگن چرا حال میگه هیچ کرمه، کرمونی ها همیشون حیرون هست که حالی دیگه، یعنی اند مثلا حیرونی هست، حالی تو داری میگه از من دیگه هیچ کروم از این، یعنی من دیگه زیر هم هست. درسته، قبول دارم. ولی شما، من حالا غیر کرمونی رو نمیخوام مثال بزنم، خیلی توهین‌آمیز میشه. شما الان اون مخصوصا اون جوامعی رو که حساسن روی ملیت خودشون تو ذهنتون ببینه، من نمیخوام مثال بزنم، ولی واقعا توهین‌آمیز میشه. نه اسپانیر هم مثال نه وقتی جدی حرفم واقعا مثال نمیزنم، هر وقت مثال بزنم واقعا دارم شوخی میکنم. نه متوجه هستم که خودش رو دون همه اونها میدونه، ولی هنوز تو اینا هست. ببینن من خیلی عذر میخوام این میگم، خیلی خیلی از خانوما عذر میخوام. مثلا من بگم من از همه زنا عقب ترم، ببینه این چقدر حرف زشتیه، ببینه چقدر من هنوز خودم زنا رو بالاتر خودم میدونم، ولی حرف زشتیه. ببینه من نباید یه حرف رو بزنم، باید بگم من از همه آدم ها عقب ترم، نباید بگم من از همه زنا عقب. خب آره منظورم من مجبور کرده مثالی بزنم چه دلم نمیخواد. خب نه چندان دوستی دارم. وقت داریم؟ هفت و نیمه. بریم یه لبی تر کنیم برگردم.